سلام سلام و سلام میکنم به تمام بینندگان عزیز. من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه. در کنار من فرهاد و فرزاد نشستن. سلام سلام جونم، براتون میگم که اپیزود 371 اصلا یهو چقدر. اولین که چیزی که میخواستم درمش صحبت بکنم اینه که گروه تلگرامی که داریم، نمیدونم میدونید یا نه، اصلا انوایرمنت خودشه، اکوسیستم پدر. آره، یعنی ماها توش هیچ جایگاه دیگه نداریم اونجا. کی آخرین بار شما هر کدوم توش بودین؟ من هر روز میرم. هفته پیش من فکر کنم من میرم میبینم، ولی مثلا شاید دو سه روز یه بار یه چیزی هم میگم. خوبه. هفته پیش فقط رفتم یه سکته بهشون دادم، گفتم اپیزود رو رکورد کردیم ولی نمیاد. چون آخه نمیدونستم واقعا اپیزود چقدر میتونه قابل پخش باشه. خیلی قبلش میدونی خیلی حرفای همدیگه پریدیم، خیلی متفاوت بود از اپیزود دیگه. اون برای مطمئن نبودم، گفتم برای کی بهشون یه آماده باش بزنم که آره خبری. مجیب واسه من یه لینک فرستاد که مثل یه ایونتی بود تو دیسکورد. شما اونو رفتید؟ نه به قول ایونت بچه تلگرامی بود. تمام نوتیفیکیشن های گوشیمو میوت کردم. میدونیم یعنی اون ثابت شده از سورسش. آره، به ایمان تکس میدیم نوتیفیکیشن هم خاموشه. خیلی خوبه، جواب بگیریم. زیاد خوب نیست، خیلی ازش ناراحت. آره، این اولی موضوعی بود که میخواستم صحبت کنم. دومین موضوع اینه که فرزاد جان هرچی سریعتر برو مکزیک، چون کل خانواده من دنبالتن. چرا؟ بدنشون میدم، یعنی خواهرم مسیج زد گفت شماره فرزادو بده. من به خاطر اینکه شما فهمیدین خانواده رو بلاک کنیم. فکر نکن که میتونی فقط یه چیزی رو بگی. تبعات داره. تبعات داره. من برای چی از اون روز اومدم حرف زدم؟ به خاطر تبعاتی که داشت. ولی فضا امنه دیگه. یعنی اتفاقا دیشب خانواده فضا امنیتیه داره. چی شده؟ از سمت خانواده خودم هم چیز شدم، یه کمی مؤاخذه شدم. این حرفا چیه؟ کدوم حرفا؟ حرف بعدی زدی مگه؟ که بلاکشون کنیم. آها، فقط بلاکشون کنیم. آره آره، چون ما اکانت دیگه بسازن بیان. خیلی وقتی که حالا ما اینو میگیم، ولی خیلی وقته که داریم فکر میکنیم که، یعنی همون هفته های اول ما داشتیم فکر میکردیم که بلاک کنیم. الان 371 اپیزود گذاشتم، هنوز این کارو نکردیم، ولی تو فکرمون هست. بهتر شد. چی؟ یه دورانی اوج گرفته بود، از خیلی عجیب بود قسمت و کارون هم حضور داشت. یه سری حالا فکر میکنن مثلا کارون رفته فلان، ولی یه سری صحبتی که شده در حضور ایشون بوده. آها، توی هیستوری خودکست. اجازه بدید. اجازه بدید تمام این صحبت هایی که میشه قبلا هم در موردش ما صحبت کرده. فکر نکنی اینا چون کارون نیست جدیده. آره، همش بوده. آره آره. چه خبر؟ هفته چطور بوده؟ اشغال کردید یا نه؟ از هفته پیش؟ چرا که نه؟ همش مشغول کار و دیگه. خب من الان شخم. نه بخش درس چرا بود؟ اصلا این درسه هست تو ذهنم. اصلا هک شده تو ذهنم. من هفته پیش که داشتم میدم خودکست آهنگ گوش دادم. خوب. به چند قطعه موسیقی آهنگای گوش دادی؟ آهنگای مختلف. آره، الان هم که داشتم از دوباره خونه میمدم به خودکست، دوباره بعد از یه هفته آهنگ گوش دادم. یه لحظه خیلی ناراحت. یعنی یه هفته بود آهنگ گوش نداده بودی؟ گوش نداده بودم. بعدم چقدر اذیت بوده. نه، چه هفته گذشته عین ماشین بود. تو خیلی هفته سختی داشتی. من هر دفعه بهت زنگ زدم ناراحت و مغموم بودی، از یه مشکلاتی بیرون اومده بودی، یه فشارهای عجیبی روت بود و فشارها هم همینطوری داره بیشتر و بیشتر میشه. بیشتر. تو الان زیر فشاری. زیر فشارم. یعنی دیدیم که قرار بود دیروز ببینیم هم دیگه رو، ولی امروز همین که ما شما رو میبینیم برای ما افتخاری است. خواهش می‌کنم. اونو باید بکوبی زمین تا بشکنه. جمله پدر بودیم. یه جوری داشت اینو این دمپایه در میاد. این یه دونه است این دوربین. بعد دیگه تکبینه. دو تا این. نه نه، این تکبینه. تکبینه. با این نه. بایناکیولر. این هم باین نمیشه؟ نه نه، این موناکیولر میشه. آره، ولی به اینا میگن رنج فایندر. حالا نمیدونم دیگه اسمش توش یعنی چیزی مینویسه. نه قربان، الکی $30 از آمازونه. اندازه $30 خیلی خوبه. من فکر نه بابا، چشم من خیلی بهتر از اون کار. خیلی دوره دیده اید از همه جا. همه جا. من یه بحث پایانی بکنم قبل اینکه فرزاد شروع بکنه و دیگه یه پرونده است ببندی. دیگه خب بگو، میرسیم بهش ولی بگو. خب پس فرزاد شروع کن. فرزاد شما بگو. تهیه کننده داریم یه اپیزود. عصبانی شدم امروز نشستم بنوشتم. خوب کردی. آره، منم آره درگیر کار و رنوویشن. به کجا رسیده؟
رنوویشن که به خاطر اینکه خودم بازسازی، آره تعمیرات و بازسازی سر کارم و اینا و حالا یه سری محدودیت صدا مثلا در آوردن تو خونه هست دیگه، مثلا بعضی روزا فقط میتونی تا یه ساعت خاصی در روز میتونی سر و صدا بکنی، برای همین یه حالت خیلی آرومی دارم پیش میبرم که فشارم نیاد سوسکی. آره بعد خب یه سری لیست آیتم هست که نیاز دارم، یه سری متریالی که باید استفاده بشه لیست دارم تو گوشیم که حالا مغازه های مختلف آنلاین ها اینا چی میخواه؟ چیز های مختلف اینا چیزی از ما داشته باشین؟ این لیست ها خیلی بده شیره چه میدونم فلانجا و در دستگیره میدونی از این آیتم های کوچیکه. آره بعد رفته بودم میسلینی هست باریکلا تو هوم دیپو. الان دیگه تفریح من اینه که برم هوم دیپو. آره میرم خیلی خوبه، خیلی حال میده. ولی خب تو این کاتگوری از مغازه‌ها جای بهترم هست البته. هوم دیپو زیاد آره مثل، ولی تنها جایی که میلواکی داره هوم دیپوه. میرسین آره رونا و کندین تایر اینا که من هوم دیپو گرفتم. آره نه ولی یه مغازه دیگه هم هست که مخصوص ابزاره، اونم خب آفورس داره. در حال من رفته بودم هوم دیپو، اصلا هم برنامه نبود خرید کنم، فقط حوصله‌ام سر رفت. بعد رفتم دیدم که یه دونه شیر مثلا شیر دستشویی آره فاسد که توی لیستم بود مثلا یه کمی آف خورده. گفتم بابا جالبه، ما نیومده بودیم واسه خرید. هوم دیپو کلیرنس داشت هفته پیش، دیدی یا نه رو همه چی؟ خیلی چیز. آره بعد من نگاه کردم، خب بعد آها بالای اونجا نوشته بود که یه تگ زردی رو این بود، تگ سفید که معمول هست اینا، بالاش نوشته بود که برید از یکی از کارمندا بپرسید که یه دیل بهتری هم شاید بهتون بدن. او چجاله؟ اصلا من این کاغذ رو چند بار خوندم اینو من که کانادا. آره دیگه زرد رو که زدی دیگه دیل. من رفتم پایین چونه با بزنی یه خانمه دهنی رو سرویس کرده آماده باشی داره یک فقط فرزاد دنباله چیزه پرمیشنه اولیه هست، بقیهش رو خودش هنده لبه رو بدن دستش. چی رو بدن دستش؟ لبه نخو بگم میگی ممه رو بدن دستش و اینجوری میدن نمیدونم. خب لبه رو گرفتی بعد. آره یه خانم هموطنی بودم اونجا کار میکردن، من اومدم گفتم من اینو دیدم خوشم اومده پسند کردم، یه همچین چیزی هم نوشته ببینید چی کار میتونید بکنید. بعد نگاه کردن گفت باشه. من آها بعد یه سوالی پرسید، گفت همه قطعاتش توش هست؟ و من اونجا نمیدونستم بگم آره خوبه یا بگم نه. نه خوب گفتم نمیدونم که واقعیتش همین بود، نمیدونستم قضیه. بعد ایشون لطفی کرد گفت کلا من نصف قیمت اینو میتونم بهت بدم و دیگه یه هوم دیپو بریم. خب زدیم زیر بغل اومدیم، حالا نشستم گوشه تا وقت کنیم فاصله نصب نشده دقیقا. سرمایه است دیگه. آره ولی سرمایه است چیز دیگه. این تو این کارا حالا دو سه اپیزود پیش گفته بودم مثلا خیلی چیز یاد میگیری، آره. میری حالا تحقیق میکنی میخونی یا ویدیو میبینی در موردش، ولی گندم زیاد میزنی. یه گنده دیگه هم تو کار این بود که داشتم یه پرده از این پرده هایی که حالت چوب چوب داره، این به خاطر اینکه حالا خیلی طولانی بود بعد کم میکردم چند تا از اینا رو میکندم و اینا. بعد قبلا با یه پرده دیگه که یه نوع دیگه بود ولی مشابه این کارو کرده بودم، در میاری میچینی اون سیمایی که بهش آویزونه. من اینو در آوردم، وقتی که چیدم همه سیما رفت. نه بابا این ریخت و اصلا اونجا زدم تو سرم، گفتم من این کارو کرده بودم. بعد یه لحظه فهمیدم که خب این نوعش فرق داره، اونا از اینا بوده که سیم داشته که با دست میکشه، این خودش فنریه فشاریه. آره دیگه مثلا به فنا رفت. از این چیزا فرزاد چنلش چیز بشه. آره چنل کانستراکشن رنویشن به فرزاد. از تلاسم دوباره داستان دارم اگر که وقت داریم بگیم در موردش. این میتونیم الان یه مینی سگمنت تو دیگه فرزاد سگمنت، چون دقیقاً یادم دیسکاونت سگمنت کی اومده بود کی اومده چی اومده با
با امید حرف میزدی میگفتش که دنبال دیل بود، بعد میگفت فرزاد ببینم فرزاد چه دیلی آه سر موبایل. امیدم دیدم اتفاقا چند شب پیش. چی میخواستم؟ آها تلاس. خب میگم الان که یه مقدمه‌ای بگم یا یه خاطرات مروری بکنم، من چند سال پیش یه پلن خیلی خوبی از کمپانی تلاس که اینجا اینترنت خونه و حالا مغازه اینا آفر میده، موبایل هم حتی داره، گرفتم واسه خونه. یه پلنی بود که نسبت به سرعت اینترنت و چیزی که داشت خود معقول. آره نه خود کارمند تلاس میگفت ما اینو من ندارم این اینو و تو گرفتی تلاش. خلاصه گذشت و چند سال یه زنگ برام بزن. آره بعد من نیاز داشتم یه اینترنت دیگه بگیرم، اونم دوباره یه مذاکره ای کردیم عین همون قبلیه، یه دونه دیگه بهم دادن، یعنی دو تا سرویس یه بالاترین سرعت، خیلی دیل خوب. بعد راضی. آره بعد گذشت و یکیشو کنسل کردم و با یه آقای کانکت شدم که قبل هند منو کانکت کردن اینا، بعد دیپوزیت ازم نگرفتن و خیلی خوشحال بودیم. بله الان رسیدیم دوباره به مسئله ای که دیگه من واقعا اون آخریارم نیاز نداشتم، اون سرویس اینترنتی که دیگه داشتم و به خاطر اینکه مجانی میدادن گرفتم. نه اینجایی که هستیم تلاس چیز نداره، فایبر آپتیک نداره. اوه اوکی. بعد دیگه عملا خوب نبود من آره. واسه کارم وی پی ان میخوام. بعد زنگ زدم به تلاس گفتم یعنی که... چی برای کار وی پی ان میخوای؟ با وی پی ان وصل میشم و کار میکنم. خب من با سرعتش باید خیلی معقول باشه. آره سرعت میاره پایین. آها آها سرعت. و همزمان وقتی با وی پی ان وصل میشی توی میتینگ و اینا دیگه خیلی کامرا بذاری سرعتی. خلاصه تلاس زنگ زدم دیگه گفتم من باید کنسل کنم دیگه و قرار بود ببخش اون پنالتی هم بدم. زنگ زدم یه داستانی تعریف کردم، گفتم آقا اینجوری بوده، من کاستومر خیلی خوبتون بودم، سالها به دوستانم معرفی کردم تلاسو و متاسفانه شرایط اینجوری، شما سرویس رو ندارید که من میخوام کنسل کنم. خیلی منت گذاشتم همینجور میزدم تو سرش. بعد یه گفت که میشنید و اینا، بعد گفت نگاه که گفت خیلی قیمتش خوبه و اینا، میخوای ترانسفر کنی به یکی؟ که من اصلا نمیدونستم میشه سرویس اینترنت رو ترانسفر کرد دفعه اولم بود. آره بعد یه لحظه گفتم اوکی خوبه، من زنگ میزنم به یکی از شما به هر چیز باشه و اینا. گفتم من نمیدونستم حتما اگه میشه ترانسفر کرد، من خیلی ها رو میشناسم که بهشون بدم واجد شرعی ازشون بگیرم. اول بگن سب کن let me shop this around with my friend. بعد یه کمی گفت باشه من میرم یه چیز رو چک کنم واسه ترانسفر و اینا. جدی شدم که ترانسفر کنم به یکی، یعنی یکی هم تو خیابون میدیدم گفتم آقا بگی. بعد سرچ کرد و اینا، گفت آره میشه ترانسفر بشه ولی این قیمت نمیمونه. Are you dumb bro؟ وقت ما رو داری میگیری. یه تو لفافه اینو بهش گفتم. دیگه وقتش بود جدی بهش بگی. نه لفافه. خلاصه یه سری منت که اول تماس گذاشته بودم، یه سری حرف پر منت، یه حرف غیر منطقی هم که الان به ما زد، دیگه آماده بودم. گفتم ببین خیلی غیر منطقی، این 200 دلار که قرار از ما بگیرید و نگیرید، این پنالتی رو به ما بدهید رو هایر کنم. ببین زنم یعنی یه پروسه ای که تهی کردم باشه، گفت باشه نمیگه. خیلی خوب تهی کردی و همش با صداقت، هیچ بله نبوده و گفت یعنی با اشتیاق به من بخشیدیم. صد درصد هفار گفت منت گذاشتم، منت گذاشتم، میگه حالا با اشتیاق کل تلاس میخواستم اون تماس تموم شه اصلا. تو که یه خبر خوب به تلاس دیگه من کاستومرتون نیستم. ولی خبر بد برای موقع تلاس، موقعی که میخواد برگرده با کوله بار از تجربه برمیگردم. نه تو الان تجربه تو بردید در شاه داری استفاده میکنی. بله اونجا شروع کردیم سریم شاه قدیم پروژه الان چیه جایدش؟ راجرز خریدش. جدی میگی؟ نمیدونستم. یه جوری که خیلی بد میتونستم. خب الان دیگه تلاس با شما هیچ رابطه نداره. اصلا زنگای فرزاد تلاس یه حالت فلسفی پیدا میکنه.
من خیلی دوست دارم تو رو هایر کنم برای تخفیف گرفتن. نه تخفیف من فقط تو همین حوزه آزاد، مثلا دیگه چیزای دیگه حوصله نه. آقا اسپیکینگ ویش در مورد تخفیف هم خواهم ایزی بگم تو رو پراود کنم. بگید. ما یک شنبه بود، یک شنبه ما رفتیم با امید صبحونه خوردیم. بله امیدی که بعد داشتیم صحبت میکردم اینا، بعد من گفتش که شب دارم میرم اندرو شولتز. گفتم ای چقدر باحال و چقدر جالب و اینا، منم مطمئن نیستم که من تا موقع نمیدونستم که میتونم برم. گفتم ای منم کاری ندارم دیگه. نشستم به تیکت نگاه کردن آنلاین و اینا و آنلاین یه تیکت پیدا کردم و یه سکشن خوبی بود و گرفتم تیکتو. بعد دیگه همونطور دیگه مثلا این ظهر بود، اندروشوس فکرم ساعت 9:30 دو تا شو داشت سانس دومی شد که خود امیدم تو همون سانسه. آره. بعد دیگه من نشسته بودم و دیگه عصر رو داشتم کارامو میکردم اینو، یهو دیدم که ایمیل اومد که ساری یور تیکت هاف بین کنسلد و اون کسی که ازش خریدین نتونسته ترانسفر بکنه و فلان و اینا. گفتم ای بابا کنسل شد و اینا. بعد گفته شد که دون وری وی فیگر دیس اوت فور یو. سه دقیقه بعدش ایمیل اومد که وی فاوند نیو تیکتس، اگه میخوای اینا رو بگیر. همون قیمت 40 دلار هم تخفیف داده بود. نگاه کردم دیدم نوشته ردیف اول. واقعا ردیف اول اندرو شولتز فرت نشسته بودم. ببین موقعی که اینو به من گفت انقدر گفتم اندرو شولتز که ما رو مسخره مون میکنه، دهنمون رو سرویس میکنه. یه نیم ساعت خودم آماده میکردم برای سوالایی که ممکنه ازم بپرسه، ولی دیگه هیچی، رفتیم و ردیف اول نشستیم و سیف از چلاوس. یعنی اوکی برگزار شد. آره. شروع نکرد با نه اونقدر چیز نمیکنه. منم بودم اون شب اونجا. جدی؟ آره. کدوم سانس؟ آخریه. سانس 9:30 تو هم بودی؟ من امیدو دیدم تو لاین اپ. منم امیدو تو لاین اپ. مثل میم اسپایدرمن شد. منم امیدو تو لاین اپ دیدم. دیدی چه لاین اپ؟ من پشت امید بودم. جدی؟ آره. فرمایید. من یه رو بعد شاید نه. من سر گرنویل بود. جایی که وایستاده بودم امیدو که دیدم ردش کردم رسیدم سر گرنویل. یه لاین اپ عجیب غریب بود. دور زد تو گرنویل. بعد جدی نمیشد این لاین اپو سر. خیلی لاین اپ عجیب بود. اورفیوم و پر و کامل پر و شو. ولی میشه گفت جزو سه تا تاپ 3 کمدین آمریکایی. نظراتتون رو بدید. خیلی قوی بود. من به 6.5 میدم. من به 6.5 دارم. ببین اول که بعضی جوکاش انقدر ریسیسی بود من آنکامفتابل بودم. نه دیگه بابا راحت باشید. اصلا نمیدونی سر جوکای ریسیسی بهش نمره کم دادی؟ یعنی نه کلن اول که اون اوپنر دومش که این پسر اسمش چیه که توی مارکر مارک رو دوست نداشتم. آره. من اینو نیویورک هم استنداپش رو رفته بودم. جدی چطور بود؟ همین بود دقیقا؟ جوک آخرش که در مورد خانومش بود. آره. اونو گفته بود ولی بقیهش جدید بود. آره. اوکی. من زیاد چیز نبود. شما کجا بودین؟ بالا پایین؟ خیلی دور بودیم. یه تجربه پایین یا بالا؟ بالا. اینه که چون صدا خوب مثلا یه ذره بعضی جوکایی که تون میگفت نمیشد، من نمیتونستم بشنوم. آه. ولی نزدیک باشه خیلی خوب. نه نه من که یک نه، من ردیف یک وسط. خیلی دو تا خوب بوده. دو نفر بود که بهشون پرسی... آره گفت پسر داری دختر داری شما بهتون میخوری گی باشید با هم. دو تا مرد هندی رو گرفته بود اونجا بهشون گفت این شما بهتون میخوری گی باشید با هم دیگه. من سه تا صندلی و غلص اونو نشسته بودم. حالا من تو وسط های شو یه عذاب وجدانی گرفته بودم چون گفته بودم رو گروه خود که هست این شو رو. خب اول کار. بله بله. بعد یادم تو ایزی گفتی. آره بعد... من گفتم نمیتونم بیام اون موقع. یادم نیست جوابشو. فرهاد گفته بود میتونم بیام فکر کنم. آره. بعد افتاد تو موو و اینا، من خیلی آن دی اسپات خریدم و اصلا فراموش شد. و بعد اون شب که اونجا بودم اینجور بودم عرد. یه حس بدی داشتم که مثلا حس کردم به شما دوتا باید دوباره میگفتم. آخه بعد تو پرسیدم تو گفتی فرزاد نمیاد بیزیه امشب. نه واسه نمیدونستم صبحشو گفته بودی یه چیزی. آره آره صبحشو. آه من آخه باش تو که من مطمئن بودم که آخه اصلا من گفتم من دوتا دیگه دارم میخوام با یکی برم، کسی به من میتونی پیشنهاد بکنید؟ بعد گفت فرزه نمی گفتم که تو دوتا تیکت داشتی؟ آره. دوتا فرانت رو بهت دادم. نوکرتم دیگه نوکرتم. خب تو که بیلیت خریده بودی؟ نه من که از قبل داشتم. آه بیلیت خریده بودم. آره. 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 چرا نرفتی؟
نه نه موقع که ایشون بود یه ذره عقب‌تر آره آره یازده بود موقع که ایشون میدونست در حرفای پنج و شیش عصر شد فرانت رو یه کار جالبی که کرد، حالا اصلا اسپویل و اینام نداره دیگه، شاید هم داشته باشه. دیده بودم تو مثلا ویدیوهایی که به خصوص توی یه ویدیو داره همه شهرها داره اصولا، ولی ابوظبی اینو ضبط کرده. منیجرش حالا یا خودش اینا قبل اینکه بره یه شهری فکر کنم تحقیق میکنن خودش آره جوکای مرتبط آره، مثلا آره. شهرهای کوچیک یه چند تا جوک در بوده میپریج گفت میپریجو ببین کاش اولش رو میدونستم آخرش کلوزینگ رو میدونستم میدونستم اونو میگه جدی؟ اصلا شروع کرد من نمیدونستم میخواد چی بگه نه نه من نمیدونستم ولی شروع کرد گفتم میپل ریج گفتم این گفت اولش یه جوک همون اول گفت یه جوک گفتم میپل ریج گفت حالا میرسیم بهش بعدن آخر جز there is no way خیلی خوب بود نه به نظرم خیلی جالب بود آره این که ویدیو داشت این که با آدینس صحبت میکرد این که پشتش یعنی ویدیو پلی آره اصلا یه تیکش نشست ویدیو پلی کرد در مورد خانوادهش و این که چجوری بچه دار شده و فلان و اینا و این که من حالا من یه تئوری دیگه دارم که تمام شهرها قسمت بد و خوب دارن این یه جوک داره که تو تمام شهر فقط اسم سابرباشو عوض میکنه مثلا سوری و میپریج و اینا رو برداشت عوض کرد یکیشون یه جوک گفت خیلی دوست داشتم جوکرو در مورد میگفت کسایی که هروئین ادیکتن میگفت خیلی فلکسیبلن میگفت اگه دقت کرده باشه همه شون نصف دولان میگفت اصلا گفت من نمیدونم اینا اصلا بهشون هروئین فلکسیبیلیتی میده آره ولی بعضی جاش خیلی ریسیست یعنی اصلا همون میپریجش خدایی خیلی بد بود ولی جالب بود که کراود خیلی دست میزد واسه همه اون جوکا هم آره آره اصلا جوکای اونجا مورد قبوله دیگه آره اونجا مورد قبول آره یه بود anyways نمیخوام خوبه در کل خیلی من آره یکی از ولی براین کلن رو من بیشتر دوست داشتم که با هم با من نرفتم کلن رو نرفته بودم براین با کارون آره همه با هم رفتیم همه با هم, با هم رفتیم خیلی قدیم بوده ایمان جان بابا قصن اصلا قبل آباشه یه لحظه فکر کردم اصلا هود فوت مامادی رو دارم فکر من با کی رفتم آخه تو کارون فکر کنم برندن شاب هم رفتیم اونو ما آمدیم قاطی کردم اونا رو شابو هم ما رفتیم فکر کنم رفتم آره که اون خوب نبود اونو ولی کارون خوشش اومده بود شابو کارون خوشش اومده نمیدونم من کلم به نظرم خیلی قوی آره کلم یعنی اصلا میفهمی که یه نه آفری دقیقا جوک زرافه اینم یه جوک چیز داشت چیزی گفت گفتش که گفت چی گفتش که سیاپوستا موقعی که گیان قشنگ متوجه میشه خیلی خنده دار بود گفت از یک مایل اونورتر داد میزنن که اصلا هایدش نمی کنن خیلی میگم خیلی جوکای سکشوال و عجیب غریبی داشت همون یه چیزی که داشتم فکر کردم این بود که چند درصد جوک و سکشوال بود؟ 90 درصد آره 95 درصد مثلا سخته تو فرهنگ ما مثلا در این حد باشه ما نمیتونیم آره. مثلا اینو چیز کنیم ولی دارن سعی میکنن آره یه خیلی پس زده ببین. میشه اینم بهت بگم جوکاش هوشمندانه بود همینطوری نمیومد یه چیز سکشوال بگه مثلا خیلی فکر شده بود خیلی لوده نبود جاهای مختلف میکاشت یه جای دیگه برداشت میکرد یعنی اینطوری بود که در مورد اون اسکریپتش فکر شده بود همین من احساس میکنم اکثر استنداپ کمدین های ایرانی اینطوری که یه جوک میگه تموم میشه یه جوک میگه تموم میشه یه جوک می اینا این آره حالا ایرانی و منظورم کسایی که داخل ایران مکسمین اینو این کارو خوب انجام میده ماج جبران این کارو خوب انجام میده کسایی که من دیدم حالا اگر که کسی هست که این کارو داره خوب انجام میده من نمیشناسم معذرت میخوام ولی احساس میکنم اون کسایی که دیدم اینطوری که خیلی یه چیزی میگه نقطه سر خط میره بعدی این قشنگ بیلداپ میکرد داستان میگفت مثلا یه تیکش که در مورد شاید یه مثلا نیم ساعت یه جوکشو داشت همینطوری یه داستانو داشت تعریف میکرد آره خیلی من خب اینستاگرام دارمش و هی میبینی دیگه آره. هی نمیدونم کجا رو فروخت تو نیویورک آره. سولد آوت کرد آره. یعنی ما این موفقیت تو تورنتو آره. میبینی بعد این شوهش رو که رفتم اینجور بودم او پس
he's the shit. آره ولی من جاش بودم چیز میگه، من جاش بودم یه دونه سالن خیلی بزرگ میگرفتم. من اصلا اوفیم پیرز آره آخه من چک کردم نه همینه کپاسیتیش. نه نه مثلا راجرز ارینا مثلا فکر کنم میتونه. آخه تو تورنتو این کارو کرد و اکثر اودینس هم فکر کنم از دوستان از هندی بودن. من تئوری اینه که چون ما شو آخر رفتیم اینجوری بود، یعنی شو اول خیلی چیز فکر کنم مثلا هفته روز اول چون چهار تا شو بود دیگه، چهار تا شو بود تو دو شب خیلی و قویه خیلی قوی بود، قوی بود. یه اینم که با سیبیلش برمی رفت و دوست نداشتن تو میدیدی؟ نه میگم خیلی دور بودیم ما، بچه پیکسلی میدیدن داشتم من لیتلی اینجوری داشتم نگاهش میکردم، خیلی جات خوب بوده. البته نه اصلا جمعه یه کمی بالا بود دیگه. ببین اونجایی که من نشسته بودیم یه اسپیکر بود و اون دقیقا جلوی اون تصویره بود، یعنی من باید اینطور باید کج می شدم می دیدم اتفاقاتی که بیان همش تجربه است. آره. کجا بگیری دفعه بعد کجا بحث استندآپ این هم بگم بودم. یازده بودی دیگه آره. آره. اونا چیزش کردن حالا اگه می خواهی بچه ها برم واسه کامپنسیشن. یه پسرم هست فرهنگ انگار اسمش. آره آره. آره. تو ایرانی ها من خیلی حال میکنم باش. اگه فرهنگ کجا بیرون ایرانه؟ نه داخل ایرانه. آره ایرانه. پسر معلولیت داره روی ویدیو. آره. 100% دیدیش توی اینستاگرام. الان یه پادکست داره. آره. پادکست داره. یه پادکست داره آره. اگه میشنوید و کمدینای دیگه سراغ دارید حتما کامنت بذارید، من دوست آره. دارم که بشناسمشون. آره. خیلی باحال. آره. تو میخواستی یه کاریو هفته است میخوای انجام بدی و تو ما پازو میزنی میگی وای یادم رفت. آره عجیب غریب. خواهش میکنم دکلمه وارو گویا بفرم آهنگ پس زمینه بذاری. یه عزیزی هستن در اصفهان به نام رسول، از شنونده رسول جان سلام. سلام از شنونده های خوب و درجه یکی خودکست. حالا درجه یکیش تو از کجا میدونی؟ خب طبق شنیده هام فامیل نداره الان هر رسول اینو بشنم میگه منم میره به قلب خودمون رسول میشینه این چیز. از هم کلاسی های هم دانشگاهی های دختر خالم هستن در اصفهان و ایشون چی میخونن آقا رسول؟ هنر. هنر. آره. هنرجو هستن. آره. ولی خب زیر شاخش رو مطمئن نیستن. اشکال نداره دیگه. هم هنر. آره. هنرهای بصری. بعد رسول خیلی خودکست رو دنبال میکنه و از همه به قولی پایین و بالاییاش خبر داره و به حدی آپدیته که مثلا من سفر رفته بودم، خب من به خیلی نگفته بودم، مثلا به کسی اصلا زیاد اطلاع ندادم. قبلش گفته باشم دیگه. نه خب نه ما خب همون فقط یوتیوب میدونه. فقط یوتیوب. فقط یوتیوب. خانواده نمیدونستن. خانواده مثلا تو ایران هیچ کی خبر نداره. تو ایران خب بلاک همه بلاک. دختر خاله چون من خدا بلاک. بعد دختر خاله من از اونجا فهمیده بود که تو داری میری پاریس؟ از رسول؟ آره از رسول فهمیده بود که من دارم میرم پاریس. رسول بین خودمون رسول خدا اکیر ما چیزایی که میگیم و اگه میخواستیم به خانواده هم بگیم که خودمون میگفتیم. آره اینجا محیط امنه. محیط ناامن نکن رسول. محیط امنو عزیزم یه اتفاق اینجوری دیگه هم چند ماه پیش افتاده بود. رسول جون دمت گرم. خب آره واقعا دمت گرم رسول. من یه خاطره گفته بودم از راهنماییم و تقلبی که کرده بودم و نمیدونم حالا اسم اون معلم اون موقع ما آورده بودم یا نه، ولی رو همین اکانت خودکست رو تلگرام پیامی گرفتم، دیدم پروفایل خیلی شبیه اون معلممه، رفتم دیدم خودشونن و وایس گذاشتن که فرزاد سلام و اینا. یکی از شاگردام اون تیکه خودکست رو برا من گذاشته. چه تقلب میشه دوباره من رو رفرش کنه؟ اصلا پشمام ریخته الان. ایشون متدشون خیلی قوی بود. خب. وقتی امتحان میخواستم بگیرن میرفتن. نه میرفتن. میرفت و دفتر میشه. مگه روزه سیمون خب. چرا؟ نه چرا خاموش میکنن؟ کسایی که گوشی دستشونه یه اون مشخص میکنن. نه ایشون از اون در اپروچشون بوده. ایده اینجوری بود که به خاطر عذاب وجدانی که میاد سراغه تقلب نمی کنی. خیلی هم نمی کردن، ما هم نمی کردیم، ولی یه بار ما کردیم. سگ دوباره اومد، سگ شکاک. بعد و آره من این خاطره رو گفتم توی اپیزود و ایشون شنیده بودن و وایس گذاشته بودن، خیلی حال کردم.
چقدر جالبه خیلی هم صدای رسا و آره صدای خیلی جدی. دوست دارید با معلمای دوران بچگیتون کار کنید؟ یه سریاشون آره جدی چون خیلی تاثیرگذار بودن توی مثلا اون دوران. بهت گفتم داستانو فکر کنم به تو گفتم ما توی این حالا پروسه رنوویشنی که داریم برای استودیو کومان انجام میدیم با یه سری آدم خیلی معقول خدا رو شکر آشنا شدیم. با یه گروه اینا هم همش بگم و همش به خاطر محمد حالا لینک اینستاگرامشون رو پایین میذارم. دمت گرم که داری کمک میکنی، واقعا همیشه داره کمک میکنه، هر روز وقت خودش میذاره. سلام من یه گروه بخشتار رو معرفی کرد. توی این گروه من یه روز رفتم و همون روزه اول بود دیدم که ایشون یه آقایی که اومده اسمش هادیه و یه لهجه شیرازی داره. بعد بهشون گفتم شما شیرازی هستین و اینا، گفتن که آره. گفتم که کجای شیراز؟ گفتن که فکر نکنم تو بشناسی. گفتم آره شما بگید. گفتن که آره مثلا مال فرانجا. گفتم ها آسیاب قوامی. آسیاب قوامی مثلا خیلی اسم قدیمشه. آره تو یه بند خود جا خورد. گفت چطور؟ گفتم آره من مادر بزرگم اونجا زندگی میکنن و اینا، فامیلیشون توتونچیه. و گفتش که وای توتونچیه فرانجا اینا. گفتم که آره. گفتش که من یه معلم داشتم که از قضا درآمد که پدر بزرگم بوده معلمش. فکر کنم آره خیلی مثلا منو پوش کرد که مثلا درس بخونم و مثلا برم جلو فرنشم. دیدن که چند سالش بودی آقا؟ متعدد گفتن 61 فکر کنم. دی almost 40 سال. آره پدر بزرگم فرهنگی بودن، همه چیز درس می‌خوندن و اینا. جالب بود برام که دنیا اینقدر کوچیکه. مثلا میای کانادا، از تو کانادا مثلا با یکی رندوم صحبت میکنی فقط بخاطر اینکه لهجه داره و و دارن با بزرگیت گرم. و حالا افرادی مثل با بزرگیت که معلم خوبی بودن، چون یه سری معلم ها بودن. آره. نه خدا وکیلی با بزرگ من معلم خوبی بود. حالا در این موردی که فرهاد گفت معلم خوبی بودن، تو قبلش پرسیدی معلماتون رو یادتونه. من حالا خدا رو شکر شانس داشتم که مثلا تنبیه های فیزیکی در اون حد نبوده، بوده یکی دوتاش و اونا رو یادمه. ولی جالبه این چند وقته میشنوم به خصوص حالا مدرسه های دخترونه که گیرای عجیب غریبی بهشون میدادن و اینا، هنوز اون افراد یادشونه. حتی اون ناظمه رو به اسم، اون معلمه رو به اسم، و آره دیگه یادت نمیره. بعد حالا هی دارم بحثا رو پیش میبرم، دقت کن. آدم اخته می 15 سال 370 اپیزود سگوی میخوام بدم یکم توی اپیزود گفته بفرمایی منتیش ببینید ببینید متلاس چی کار کرد به اونا پول میداده. من الان رو مود منتم. آره تو الان منت مودت آن شده. ولی دارم سریال افعی تهران رو میبینم. خب بعد اون قسمتی که حالا با معلم قدیمش شما دیدی؟ اسپویلر نکن. من ندیدم. آره بعد تو هم ندیدی پس خیلی خوب. ولی به دنبال نیست. اسپویلر الرت، هر کسی داره عفی تهران رو میبینه یک دقیقه بزنید جلو. یه رفتار خوبی میکنه با اون معلمی که اذیتش میکرد، خیلی میزدتش توی دوران مدرسه. دل آدم خنک میشه. من دوتا معلمه که اگه ببینم احتمالاً میکشم. همین این اسمشون نمیدونم. یک معلم ورزش دبستانمون بود. دبستان؟ آره دبستان معلم شهید تو اکباتان. و ناظم دبیرستان رشاد، اونم خیلی آدمه اذیت میکرد یعنی. آره واقع. آره نه واقعا اصلا ببین حال میکرد گریت در بیاره، یعنی از این لذت میبرد. پیداش کنیم کاری نداره. خیلی دوست دارم پیداش کنم، ولی پیداش کنم احتمالا براش بد شه. نه نمیکنه. نه تو گونی که به هر حال میره دیگه. به هر حال نگران میتونی. نه نمیکنه. نه ولی آره آدمای خیلی رزل و کثیف و پستی بودن. آره با تمام وجود. ما هنوز اون آپشن رو داریم که مثلا صحبت بکنیم بعد روش بوق بذاریم دیگه. آره حتما. آره speaking of رزل و پست و بی‌تربیت، نمیدونم دیدین یا نه، همین امروز چند ساعت پیش مصاحبه دونالد ترامپ و لوگن پال اومد. نه من ندیدم. ولی شنیدی در موردش؟ یه ویدیو 10 ثانیه‌ای دیدم. ولی میدونی که اتفاق افتاد؟ نه اصلا یه کمربند چیز دیدم، یه کمربند کشتی کج بود یا بوکس بود. آره در مورد اونم صحبت کردم. خب بگو. یه
سوالی که ازتون دارم دقت کن، حالا برای من اینطوریه، بگید پرسپشن شما نسبت به دونالد ترامپ عوض شده؟ بله. که مثلا اونقدری که ما فکر میکردیم قبلا. آلترناتیو چیه؟ نه اصلا مورد کلا به خودی خود کلا به خاطر مسائل ایران عوض نشده. به خاطر خیلی از مسائل عوض شده. ما خیلی معذرت خواهیم باید بذارید یه زنگ بزنم به کارون. کارون داشتم میگم دوستشم، حالا خیلی دوستشم که نظر کارون رو بدونم. عکس کارون رو باید این وسط بذاریم. ولی هنوز دقت کردین هیچ ریاکشنشون نده؟ حتی یه دونه من یه لحظه گول خوردم فیکش بود آر کارون تو گروه. نه بله ایشون فیکش بود. ایشون حالا دیگه اسمشون کارونه، حالا فیکشون نیست. نه ولی اومده بود خودش رو جا بزنه. نه بابا خیلی وقت اصلا عیانه بر همه که ایشون اون آر کارون. نه من تو شروع داشتن اسکول میکردن شاید. نه منم اسکول شدم چون من تو گروه دیده بودم ایشون، ولی نمیاد اون کامنتو بذاره. کدوم کامنتو؟ همون کامنتی که اون آقا آر کارون گذاشته بود. نه یعنی اسم خودشون کارونه، این آقا فیک نیستن. فقط ما یه کارون داریم. اسم تو عوض کن. اسمشون کارونه دیگه آر. اما حالا اگه باشه اون کارون، آره نه آر کارون، شاید فامیلیشون کارونه نمیدونم، ولی هرچی که از برای خب کارون هم یه پیغام بهشون داده بود سلامش جدی آنه دونستم درود فرستاده بود. خب بفرمید پرسپشن همون چرا 100% آقای ترامپ تو دل برو تر شده الانه که کامنت ها میاد. نه ولی برام جالبه که میدونی من خیلی آره. با شرایط ایرانی اتفاق نیفتاد اتفاقا. نه شرایط ایران، شرایط نه آمریکای شمالی بیشتر، کل دنیا دیگه شرایط. آره هم اون، ولی احساس میکنم اگه مثلا چند سال پیش ترامپ بود خیلی متفاوت بود. 100%. آره یعنی یه امید بالاتری آدم ها دارن احساس میکنم نسبت به نظر، ولی جالب بود برام رو شدن ترامپ، رو اینکه رئیس جمهور بشه. ولی اینم بگم و خیلی، حالا مصاحبهشو برید گوش بدید اگه دوست دارین، خیلی منطقی تر داشت صحبت میکرد. یعنی احساس میکنم نسبت به آره. اون موقع خیلی آتیشش اومده پایین تر، شومنیش اومده پایین تر و معقول تر شده. پسرم جا افتاد. چند سالش ترامپ؟ ایشون هم پیرن. ایشون هم نه جدی فکر کنم نزدیک 80 باشه دیگه. الان بهتون شکم. آره جناب آقای ترامپ 77. هفت و هفت زیاده. ولی من این رئیس جمهور فعلی آقای بایدن رو بعضی موقع ناراحت میشم میبینم ویدیوشو، یعنی حس میکنم این بنده خدا واقعا داره بهش ظلم میشه. یعنی بره مثلا ببرنش خودش میتونه این کار نشته بگه نمیتونه نشته که when you take 100 میلیگرام گامی بیر before the concert Before the what? Before the concert. What? خیلی عجیب بود. اون بود که با مکرون و زنش و اینو وایسته بود. آره همون میخواست بشینه. نه این که اونجا میخواست بشینه. یو برگشت. آه من دیگه من اصلا خیلی زیاد شده. آره خیلی زیاد. برگشت بعد انقدر بد برگشت. چهار نفر بایدن بود زنش. مکرون بود با زنش. روبروی به جمعیت یهو بایدن برگشت رو به اون طرف. بعد انقدر زایه بود. اون ستان برگشتن. ببینن کجا داره جالبه. خیلی جالبه. آره این برام جالب بود، این که شاید نظر خودم نسبت بهش عوض شده، اونجوری که بهش نگاه میکردم عوض شده. این یه احساس کردم یه معذرت خواهی داریم دیگه. حالا معذرت خواهی نمیدونم، ما بزرگ شدیم. نه آخر یکی از دوستان ماسک ایشونو پوشید یادتونه توی یکی از اپیزودها هالووین بود دیگه. عکس کارون بیاد لطفا. ما آره من یکی از همکاران به خاطر ایشون اخراج شد تو استرالیا. یا یه چیزا آره آخر خیلی شروع کرد ریسیس بازی در رو. همون دفعه اولی که داشتیز میگم من توی کمپانی بودم به نام کمی نفری رو هایر کردن. این مثلا شب واقعا یک هفته بود هایر شده بود. هفته دوم با مگاهت اومد Make America Great Again نشست وسط آفیس به خاطر اون چیزش کردن اخراجش نه بعد شروع کرد مثلا ریسیست بوده رو. بعد مثلا برگشت گفتش که تمام مسلمان ریسیست هم. بعد من بهش گفتم داشتم بابای من نه. گفت همه مسلمان گفتم که داشتم بابای من مسلمان گفت اصلا اونم چه ریسیست
بابا یه کانسشنی داشت صبح باهم صبحونه خوردیم چی داریم ممو رو نگرفتیم و چیزم بود یعنی خوشم مهاجر بود یعنی نه خودشون داخلی بودن یه زن نگران کنن آره خلاصه ایشون ولی خب ترامپ خیلی طوفانی بود یعنی خیلی میگفتن که تجاوز کرده آره. اون اصلا اون داستانه چی شد یه سریش که فیک بود یعنی یه سریش مشخص این تجاوز تعرض و خداوکیلی نمیدونم نه الگیشن اتفاق افتاد یه سریش فکر کنم خیلی ساده است زدن این برچسبه آره یعنی میخوام چی بگم خیلی آره راحت این اتفاق میفته و بعد بیای عکسشو ثابت کنی آره حالا بعد بیای عکسشو ثابت کنی هیچی و انقدرم این اتفاقی که میفته دردناکه توی حالا ذهن همه اینطوری که ما سریع قبول میکنیم یعنی اصلا هیچ کس فکر نمیکنه بهش من باشم 100% قبول میکنم یکی بگه این اتفاق افتاده اصلا کوئسشن نمیکنه نه آخه تایپ شخصیتیش هم یه کاری میکرد کمک میکرد به راحت باور آقا حرفایی که مثلا گرابم بگیریدشون دیگه چه خبر دیگه در هفته چی کارو کردین تو میتونی در مورد اون اتفاقی که براتون اومده صحبت کنی فراد نه نمیتونم بگم آره حالا بعدها میگم ولی حالا کلیتشو میگم بحث این خانومی که من ناخواسته مسیرشون هنوز داغه یعنی آره من چند روز بگو دیگه با هم دیگه وایساده بودیم یه خانم آقای اومدن تشریف آوردن پرسن خانم چش آره دوستم واقعا نمیتونم اومدن بعد صبح همون یک شنبه من... آره صبح نه صبح تر از اون دیگه بخش من ساعت 11 هم دیگه دیدیم صبح تر از اونم شما بیرون بودیم من 8 صبح رفته بودم ورزش جان کجا ورزش میکنی؟ همین پایین روبرو کپیلان و مال پا میزدم خب بیا با هم بریم پا بزنیم بریم بعد بیاین هر ستایی بریم پا بزنیم بریم میخندیم خیلی میخندیم من دوست دارم کارون بیاد یه سشن همه با هم بریم بیاین یا الان هم میتونیم بریم کارون چون میدونی خب اگه میخوایی نریم خب بگو نریم دیگه آره این دقیقا کارون بیاد کارون که فعلا نمیاد کارون بیاد ترامپ هم پرزیدنت حالا ما پا بزنیم آره از این کلاس اومدم بیرون یه آقای مثلا همسن مثلا پدرم یا حتی بزرگتر اینطوری وایسته بودن خیلی کیوت و با نمک آره از در سالون که اومدی بیرون با خنده حالا احتمال دارن میشنفنشون ولی نه خیلی جالبه گفتن آقا اون خانم پیدا شد بعد خب تو این همینجور مستقیم آره تو این کلاس عمده جمعیت خانم هست یه سلامی خانم پیدا شد بعد من فکرم راجبه یکی از خانمایی که تو کلاس بودن مثلا سوال پرسیدم من مثلا اینقدر من گیج و گم بودم باور نمیشه فقط دنباله میدم زنده بمونم آره مثلا این گفتم نمیدونم چه اتفاق افتاده نه گفتن خانومه دیگه اتوبوس گفتم آقا اصلا من هول شدم گفتم شما با این وجنات خود کسی گفتم برای من خودم و همسرم میبینیم و اینا هی بدتر میشد من معذرت میخوام من ازش معذرت خواهی کردم اصلا داشتی همینو میگفت یعنی اصلا داشتیم نمونه این صحبت میکردیم که اون خانم آقای اومدن پایین اونا هم دقیقا پرسن که خانم پیداشو گفتم ما هم دقیقا داشتیم همینو صحبت میکردیم هنوز نه بین خودمون سواله کنم رسیدن مکزیک بعد خلاصه خب ما تو این چند هفته خیلی خندیدیم سر این قضیه ای بابا خب مثلا من خودم ویدیو رو دیدم دو سه بار خنده بقیه مثلا مشتری ها میان میگن این عجیبه عجیب نیست دیگه دوستان داره 10,000 تا ویو میخوره دیگه میدونی خب باشه راضی باش بعد من خودم داشتم تو تنهایی خودم به این قضیه دوباره فکر میکردم غیر از خنده و اینا بعد از بابام یه فیدبک گرفتم خب بابام نسبتا به عنوان پدر یکم خندیده بودن و اینا به من گفتن متذکر شدن یعنی این بیشتر از خواسته پدر میاد که توی حالا برنامه های بعدی و اینها آفیشالی از این خانوم عذرخواهی بکن یعنی خودش ته دلش نیست تو پنگ رو سرش من برم بیرم نه ولی خب واقعا به فکر جدی بشینی خود به فکر برو رفتم کدوم دور بینه منه؟ ایشون تو این شماره نه واقعا من خیلی ناراحت و شرمسارم به خاطر این قضیه چون هی اون اه
اون چون اون اینتراکشن و اون داد و ستد چند جمله‌ای که با هم داشتیم خیلی عمیق بود، حالا در حد مثلا دو نفر که یه خیلی مادر پسری نقلیه رو در ما هم به اشتراک میذاره، به اشتراک چی در میاسن هور شده. خلاصه آره ناخواسته بوده، ناخواسته بود واقعا افتاده. و الان ناراحتی مینه بابا من داشتم ازم پرسن گفتم حالا این خانم ببینی و اینا چی میگی، گفتم راستش من اصلا انقدر بعد اون قضیه شلوغ شد ذهنم و اینا الان دقیقا نمیدونم این خانم چه شکلی هن. نه یعنی ببینمشون شاید نشناسمشون. من دوباره این بلا سر در بیارم چون نمیشناسم. میخواستم توی اپیزود بگم حالا اگه هر فردی از خانواده این خانم داستانو شنیدن به نوعی اینها یه طوری پیغام بدن به خود که من واقعا میخوام حضوراً از ایشون عذرخواهی بکنم. ما همگی میخوایم شیرینی بگیریم و بیام واقعا و ولاگش میکنیم. میکنیم. از درد مردم هم میخوایم پول در بیاریم. نه حالا اینو که شوخی که شاید هم بکنیم نمیدونم. ولی واقعا میگم. یه چیزی من اجازه خواستم که آفیشالی بگم اگه به هر نوعی این پیغام به گوششون میرسه بشنوم که من واقعا ناراحتم. و در صدد اینم که جبران بکنم. ببین حالا به واسطه این که الان اپیزودهای ما داره بیشتر از قبل دیده میشه، یه سری آدم هایی هستن که شاید جدیدن دارن میبینن اپیزودها رو و حالا شاید با شخصیت ماها با این 371 اپیزود آشنایی ندارن. میدونی خیلی کاراکتر در واقع وجود داشته تو اینا، خیلی صحبت شده، خیلی خاطره های مختلف کسایی که از قبل هستن میدونن که شاید ماها وقتی همون یه چیزی میخندیم برامون در واقع اون خنده به نشانه تمسخر نیست، خنده دار نیست. آره مثلا حالا یکی از کامنت ها بود، زیاد دوست دارم میزا دامن بزنم ولی به خاطر که این صحبت کردی میگم. من یه داستانی تعریف کردم از یه رستورانی که یه بنده خدای افغانی رو در واقع به عنوان یه چیز جا زده بود، یه دونه رستوران ژاپنی جا زده بود و ما خندیدیم نسبت بهش. برو ترسیدم ببخش. چرا؟ یک شخص رد شدن از این ور دوباره؟ کسی اومد تو؟ وای بابا ایشون دهن سرویس. آقا ایشون گفت تو ندیدی اینجا چه اتفاق افتاد؟ دیگه حسین رفته تو بالکن دیگه قاعدتا نقاشی آورده یه شخص اومد، یه شخص اومد اون ور دیوونه خونه دیوانه. به چه درسات این کار میکنی؟ تو رفتی تو اتاق من برداشتی؟ خجالت نمیکشی میری تو اتاق مردم؟ بازم میگم انسان دکتر هست ولی بیشوره. ببخش کامنت رو میگفتم. آره من عذرخواهی میکنم، خواهش میکنم. نه داشتم اینو میگفتم به واسطه اینکه حالا در مورد میخندیم به نشانه این تمسخر کردن اون قضیه نیست، یعنی ولی اینم بگم وقتی که اون شخص اونجا کار میکنه یعنی he's in on the fraud، یعنی نمیتونی بگی که مینی اون شخص مظلوم واقع شده. نه آره فقط به واسطه این که اتنیسیتی مثلا از یه کشوری داره میاد که خیلی در موردشون حالا اجحاف میشه معنایی نداره که خود طرف هم توی اون قضیه هست دیگه، خودش میدونه داره چی کار میکنه طرف، میدونی؟ نه متوجه. ولی اینو میخوام بگم که ما اگر که در موردی میگیم میخندیم، اگر که یه در واقع صحبتی میکنیم به واسطه تمسخر کردنش نیست، نمیخوایم طرفو کوچیک بکنیم، مثلا میگی میخندیم. آره. یه اتفاق جالبیه که در روز برای ما افتاده و برامون جذابه دیگه، میدونی؟ بیا تو مرتز. این که گفتی اچاف، حالا تو حرفت یادت نره، من تو توییتر و اینستاگرام کامنت ها و کانورسیشن ها که اتفاق میفته و حالا راجع به افغان ها صحبت میشه رو بعضی وقتا میخونم، خیلی عجیب غریبه. که چی؟ یعنی سطح ریسیست بودن افراد داخل ایران نسبت به افغان‌ها رو که می‌بینم، مثلا من فکر می‌کردم خب حالا بهتر شدیم حالا کلا، ولی خیلی بدتر شدیم، یعنی حتی تو ظاهر بهتر که نشدیم هیچی، بدتر خیلی بد، یعنی همه ها مثلا حتی یکی نیست بیاد اون وسط بگه آقا نه این حرف رو نزن. ببین اینم من بگم، آدما با عقبه‌های مختلف با یه موضوعی برخورد میکنن، یعنی واقعا بعضی موقع ها نمیدونی تجربه یه نفر نسبت به یه دسته از آدم ها چیه. اینم میفهم که همه آدم ها رو نمیشه با یه چوب زد، همه کسایی که از یه کشور نمیشه با یه چوب زد، همونطوری که ماها خودمون اینجا در واقع مورد تمسخر قرار گرفتیم، خودمون
سابجکت یه حالا جوک ریسیستی بودیم، جوک نژاد پرستانه بودیم. ما خودمون اینجا به واسطه اینکه مهاجر هستیم این رو درک کردیم، میدونیم، میفهمیمش. حالا نشاید به اون شدت. آره به اون شدت، ولی خب باز هم باشه تجربه‌ای داشتیم. آره اینی که فرهاد میگه هست، منم متوجه شدم، حس میکنم خب یه حالت تو آنکانشس ماه، مثلا تو ناخودآگاهه. حالا مثلا خیلی ها این هست متاسفانه، و حالا دوباره از همین سریال بگم. کدوم سریال؟ عفیه تهران. یه سری نکات جالبی و خیلی به صورت بولد و شفاف، مثل همین نجات پرستی، مثل این که چه میدونم همین که میگی لیبل زدنه به فلانی، سری نگی نمیدونم چاقه، فلانی کچل، فلانی کوتاه. خیلی خوب این سریال داره اینا رو تو بعضی از اپیزوداش میگه و من خیلی حال کردم باشه. حس میکنم اینجور چیزا باید رو ریپیت باشه که حداقل بعضیا براشون سوال بشه، میدونی اون مدل فکریشون. آره تاثیر فکر کنم داره. میفهمم چی میگی ها، ولی احساس میکنم نه، حرف درست. چرا که آدم بخواد براش دلیل بتراشه. حرفی که میخواستم بزنم اینه که بعضی موقع انقدر شرایط معیشتی در ایران سخته که آدم اصلا نمیسن ایزا فکر بکنن. یعنی مراتوری که اینجا نشستیم داریم در موردش صحبت میکنیم، از یه استاندارد زندگی برخورداریم که شاید خیلی ها نباشن. یعنی اگر که از موقع خودم رو میذارم جای اون آدم ها، اصلا بذار یه چیز واقعی بر تعریف کنم. من به واسطه این حالا کاری که داریم میکنیم، چند شب بود به تو هم گفتم که نخوابیدم، خیلی میخوام تا دیر وقت بیدار بودم و اینا. دو شب اینطوری شد که مثلا من تا دو سه بیدار بودم، از اون ورم با 7-8 صبح بیدار میشدم. دیشب رسیدم خونه، از کومان رسیدم خونه طرف مثلا 9:30 شب بود. سپرسن زد گفت بیا بریم راه بریم. گفتم ببین اصلا با من صحبت نکن، گفت اصلا نمیتونم. چیز کردم رفتم اومدم افتادم رو تخت. ببین لرز کرده بودم، اصلا هر کاری میکردم از سردم نمیشد. گرمم نمیشد. دو تا پتو انداخته بودم رو خودم و همینطوری مثل میلرزیدم. مثل چی؟ خواستم میگم مثل لیف. آره خیلی سخت بود، یعنی خیلی عجیب غریب بود. خب بعد به کسی اطلاع دادی؟ نه، ولی خب منظورم اینه که چند روز که میگذره که مثلا تو شرایط ایدئال زندگی نیستی، کل سیستمت مغزی و فکری و بدنی و همه چیت میریزه و هم، و این ذره سخت میکنه ماجرا رو. احساس میکنم بعضی وقتا به خاطر این شرایطی که وجود داره آدم ها اصلا نمیرسن به ایسی چیزا فکر بکنن. ولی خب ما به عنوان یک انسان وظیفه‌مونه که بعضی موقع به ایزایی فکر بکنیم که شاید الزاماً. آره دقیقاً. آره منم با این مخالفم یکم، چون من نمونه هایی دیدم که خوب بوده، وضع خوب بوده، حالا خیلی اون مشکلاتی که عموم جامعه دارن باش دست و پنجه نرم میکنن و ندارن این عزیزان، ولی بازم خیلی جاهلانه طور نسبت به حالا این موضوع خاص نظر میدن. یه سر کامنت بخونم براتون. بخونید. از مجیب میخونم، نوشته عشق به هر سه، دلتنگ کارون، بوسه به سپر و حامی حضور اعضای خانواده ایمان در برنامه. چه ها؟ پس یه دلخوشی ما امروز صبح زنگ زده من میخوام بیام دیگه. حالا که گفتی دیگه من میخوام بیام. خب جالبه آقا، اصلا جالب نیست. چی جالبه؟ دوست دارید خانواده خودتون رو بشنم رو صندلی ببینم چجوری میخوان دیستون بکنن؟ با خانواده شما شروع بکنی فعلا؟ خانواده من خیلی دلشون پره، میدونم. آخه از اون وقت کومان هم هست، میدونی فقط یک برنامه نیست. اون رو برای خودتون، برای کومان حسابا رو جدا بکنن. از یه طرف لوگوی خودمه که مثلا ایزایی میگم من، از یه طرف کوماره، از یه طرف ایمان جان تنها راه نجاتت بلاکه. چند مرتبه دیگه. آره خب دیگه چی؟ مجیب بعد مدت ها نو لوزر فکر کنم اسمشونه، نشه هفته این هفته درباره مرغ رو از ایمان شنیدم، بین رون و سینه فقط سینه میچسبه.
لوزر گفتی اسمشون چی بود؟ نو لوزر. نو لوزر منظورتون رو دارم. من آیدیشون رو خواستم مطمئن بشم. خانوم سعادت شریف موسوی 82-83 بین هشت تو بشن کرد. آلبوم چیز هم موقع آمد بنیامین در مورد بنیامین صحبت کنیم. من بخونم چقدر پراکنده. نوشته خدا بیامرزه پدر مادر اون کسی که گوگل مپ رو اختراع کرد. ببین من واقعا روزانه میگم خدا بیامرزه پدر مادر. من هر روز که از سر کار میخوام میام خونه این مسیر رو گوگل مپ میکنم. منم گوگل صد من ببین من چه آپشن دیگه به خاطر اینکه ببین من دوست دارم ببینم چند دقیقه دیگه میرسم که بیتش کنی. ببینید اون 100% این اتوبوسی که اون اتفاق افتاد خیلی غیر قابل پیش بینیه. یعنی میزنه که مثلا یه رو یه بار میاد ولی آرچکای میز میشه. در واقع بنیامین میخواستی بگی آم بنیامین یه چند تا ویدیو ازش دیدم تو خیابون راه میره یه سری دستاشو گرفتن اینجوری با هم حالت آره، یه دیوار رژه تو آره رژه دارن آهنگ میکنن. ببین اصلا حالا من نمیخوام به خواننده های داخل ایران توهین میکنم. چرا؟ خواننده های داخل ایران رد دارن. آره مثلا کلیپ ویدیو کلیپ موینزی رو دیدین؟ نه زیاد موینزی باز منم موینزی باز نیستم تو توییتر دیدم ولی واقعا یکی از بیرون ببینه خیلی شک و شبهه براش به وجود میاد. من دیدم خیلی متوجه حرفم هستی پس بعد این همه موینزه اصلا توری پوشیدن نه اصلا ایشون نه یادم اولین آهنگی که ازش دیدم خیلی باحال بود. آره آره واقعیتشو بگم یادم نمیاد آهنگش خیلی باحال بود و چند بارم حسین داره بیرون میخونه. داره حسین چی بود؟ حسین اتاق فرمان دارن میگن که آهنگ حسین جان موینزی اولین آهنگ چی بود؟ من نجات با تو بمونم. نه در این حد نبود اون موقع همینو میگم یه حالت جه منطقی میزد ولی الان دیگه خیلی عجیب من جه آره احساس میکنم بعد بازی مافیا عوض شد موینزی. ایشون آره، مافیا بازی کردن؟ آره خیلی با ادعای زیاد جدی خدای مافیا که میدونی حسینه واقعا حسین ببین بازی ها رو با مثلا دیتیل و اینکه مثلا کی کجا بود چی گفت کیو مورد اهانت قرار داد میدونه. حسین آدم عجیبیه. هفته پیش داشت رفته بود رو منبر داشت در مورد دکترا بعد میگفت بعد گفتم آجی تو خود دکتری بعد شما یه جمله گفتید یادم نمیاد ولی حسین امروز یهو رسول رو یادآوری کرد اون اصلا عجیبه. آره آره نه حسین آدم بعد حواستون جلو حسین باشه خیلی آره با چی میگید آره چی نمیگید چت جی پی تی چیز دیگه خانواده شماست. آره 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 بعد داشت کامنت میخوندی و خیلی هم خواستار حضور حسین در خود کستن. بله ما هم همینجور حسین راحت نمیاد. موینزه رو گفتی کسی دیگه میخواستم بگم آها جوکر رو کسی دید؟ جوکر یه قسمت دو همون یه قسمت بیشتر نمیده دیدی جالب بود. How do you rate it؟ ببین به نظرم احسان علی خانی نباید موجی بکنه موجی گری بکنه این چیزو این برنامه رو خیلی نمیخورد بهش به آره. کارگردانه دیگه نه؟ که دیگه یه ذره باید بهش وقت آره آره اینم آره. این هست ولی مقدار جوک سکشوال رو دیدی دیگه آره برگشت آره. بهش گفتش که تو نهیدی خیلیش هم سانسور شده بود یه جا رو برگشت گفتش که پس اسم من دیگه حرفی ندارم باشه برای بعدن اسمشون چیه؟ رضا نیکخواه آقای نیکخواه داشت یه شو کمدی رو اجرا میکرد و نیما شعبانیه نیما شعبانی بهش گفت شما من میخوام متوجه درست متوجه شدم شما دست کردین و هویجتون رو در آوردین نیما هم گفت بله آره. و واقعا ایشون دست کردن از تو زیپ شلوارشون هویجشون رو در آوردن اونو نشون ندادن چون گم شده بود و... نه اگه لابلا نگاه کنی میتونی یه لحظه ببینی هویج آره. میبینی نارنجی هنی نه اصلا هویجی که نشون میدن اینکه دست میکنن تو شورتشون رو آره زیپ شلوارشون رو ما میکنن و هویجشون رو در میارن و میدن به عنوان هدیه به آقای نیما شعبانی
ولی خب من فکر کنم اون افراد 8 نفر قوی ان حسین سیزن. معمولا اپیزود 1 قویه دیگه، یاد باشه اونم امین حیایی و آره اونم خیلی قوی. سیاد اینا رو بیارن، نمیدونم کیو داریم، یوسف تیموری و سعیدی. خب اونم میاد دیگه، اونم احتمالاً هستن دیگه، جز قویان قهرمان اون سیزن هست دیگه. آقای چقدر من تو اسما بدم، نه اون که تم صدا رو در میاره چی؟ علی مردانی. علی مردانی واری کرد تا داشت تو بیا اینجا ما بریم، بیا اینجا بشین، تصویر نیستی، بیا. ولی من میتونم یه اپریشیت بکنم این که چقدر این برای این ست زحمت کشیده بودن، چقدر من دوست داشتم. ست قشنگی بود، ست جذابی بود، فکر شده بود خیلی از جاهاش. رنگای قشنگ، ساز توی تصویر بود. یادتون میاد یه مدت ساز تو جمهوری اسلامی نمیشد ببینی، اصلا گیتار رو مثلا یارو میزد فقط صورتش نشون میدادن. یه مدت ساز ممنوع التصویر بود، ساز تو ایران تنها کشوری که ساز توش ممنوع تصویر شد ایران بود. آره اپیزود دوش اومد، شوخی میگه خوب نبود، نبینید با آشغاله. بعد حسین بگه نبینید دیگه نباید. آره حسین هنوز ریسک بازی میکنی نه؟ آره دیدم رو صفحه گوشیش. خب من دیگه هیچ وقت کیو میخواد بزنه این احتمالاً 5 سال دیگه کوروشو. آخه با کوروش که طبق روال کسی نمیتونه ببره، یعنی you don't know bro. ککش افتاده. آره ککش. ایونت اپل هم بود، حالا کامنت داری هنوز؟ نه بگو تو، من حالا پیدا کنم. این آپدیت جدیدی که حالا در موردش صحبت شد و پرزنت شد که میخوان هوش مصنوعی و AI رو وارد سیستم عامل بکنن، کامل میخوان وارد کنن. آره بعد چقدر ایلان ماسک عصبیه. آره شنیدم، خیلی عصبی شده شنیدم. ولی من کلن اینتگریشن AI رو دوست دارم. ببین آره ولی... نمیتونی قبل، زندگی منو خیلی راحت کرده. نه ببین مثلا وقتی که بیاد آره. دیگه تو کامپیوتر و گوشیت مثلا من حس میکنم دیگه اول و آخر تو میشناسه این AI. نه این که حالا نمیشناسم مثلا سگ شکوکو بیاری. البته بگم مثلا حسین اصلا از سیریش استفاده نمیکنه. آقا سیری شما اتیتود میده بهتون. من خاموشش کردم. هی سیری. نه زهر ما من به میگم آقا این که ایرانی نیست، آقا امکان نداره من هر کسی رو صدا کنم هیچکی به من هون نمیگه. اصلا امکان نداره به من بگن هون. خانوم مال کجان؟ خانوم مال یکم سر نه اصلا عوض شده رفتارش با من. قبلا یه صدای برام گفت یس، قبلا خیلی هیچ وقت یس نمیگه، همیشه من میکنم نه ام لیسنینگ مثلا. آره یه اصلا بذار از این بهت میگم، من گوشیمو که تو خونه گم میکنم صدا من همین کارم الان، فقط میگم بابا هی بابا بگم هی سیون هم مثل اینا که میگه ایما عصبی هده اصلا هیچی نیست. آره اگه میدونستی خود میفهم. آره یه آهنگ بذار وقتی که گوشی گم شده، یکی از ترفنده یه آهنگ ابی بذار. حالا ابی این هم قشنگ. یکی از دوستان گفتن که ململ اکس فهمدن که طبست نه تنها شهر به شدت گرمی هست به لحاظ جغرافیایی، بلکه یکی از بکرترین طبیعت ها رو داره. به نظرم امیدوارم در سفر بعدیتون توقف بعدیتون توی طبست مهمون ما بشین. ببین من اینو خیلی کی گفتیم طبست؟ فکر کنم در مورد چیز داشتیم صحبت میکردیم سمت مشهد که میریم. نه اپیزود قبلی نبود، ویدیوهای قدیمیه این فکر کنم دیگه. فکر نمی کنم. او آره 293. آره. من فکر کنم در موردش حرف زدم که خیلی گرم بود این گفته بودم. اینی که شما میفرمایین که سفر بعدیتون، ببین ماها خیلی دوست داریم بیاین ولی برگشت اون با خداست. یعنی من که واقعا هر روز دارم به بچه‌ها میگم اگه رفتم فری ایمان دست پاک هشتگش خداوکیلی یادتون نره، یعنی استفاده کنی. ساشا این دفعه ساشا عصبیه. آره این دفعه ساشاه. آره جونم براتون بگه که میخواین اپیزود رو به اتمام برسونیم. تقریبا یک ساعت اپیزود بود، به نظرم پربار بود. بله بیشتر از این بکشیمش دیگه لوس میشه.
قبول داری اوج بر خدا آره دیگه آره. مرسی که توی این مدت با ما هستین، مرسی که به اپیزودا گوش میدید، مرسی که کامنت میذارید، این همه تعامل دارید، دمتون گرم. واقعا بدون شما ما هیچ وقت این رو ادامه نمیدادیم احتمالاً. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام، تمام اینا هم توی لینک، در واقع تمام لینک ها توی دیسکریپشن اون هست. ما میریم و تا هفته دیگه و اپیزود دیگه فعلا خدافظ. خدافظ. دمتون گرم. خدافظ. بای بای.